سخت خبرها. لغو مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی به علت ازدحام جمعیت. اورژانس کرمان میگوید دست کم 50 نفر کشته شدند و بیش از 200 نفر زخمی. طرح اضطراری مجلس ایران برای انتقام از آمریکا. نمایندگان ایران 200 میلیون یورو به حمایت از نیروی قدس سپاه اختصاص دادند. آینده نامعلوم نیروهای آمریکایی در عراق. پنتاگون گفته فعلا برنامه‌ای برای خروج ندارد. و ادامه ریزش در بازار بورس اوراق بهادار تهران. شاخص کل از روز شنبه 8500 واحد افت کرده. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان به تعویق افتاد. یکی از مسئولان مراسم گفته به علت ازدحام جمعیت خاکسپاری انجام نخواهد شد و زمان دفن بعداً اعلام خواهد شد. قرار است او در کرمان زادگاهش به خاک سپرده شود. رئیس مرکز اورژانس کرمان به خبرگزاری ایسنا گفته بیش از 50 نفر در این مراسم کشته شدند و 212 نفر زخمی که تعدادی از زخمی شدگان حالشون وخیم هست. قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معاون فرمانده گروه هشت شبی در ساعت اولیه جمعه 13 دی ماه در حمله آمریکا به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. به تعویق افتادن خاکسپاری قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان زادگاه او، به علت ازدحام جمعیت و کشته شدن تعدادی از شرکت کنندگان زمان دفن او بعداً اعلام خواهد شد. تعداد زیادی هم زخمی شدند. مقام های برگزار کننده نگفتند آقای سلیمانی چه زمانی دفن خواهد شد، اما همه از گرفتن انتقام سخت صحبت کردند. انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید. انتقام سخت عبارتی بود که اولین بار آیت الله خامنه ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از آن استفاده کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته تا کنون 13 سناریو برای انتقام از آمریکا در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی و سایر کشته شده ها بررسی شده که ضعیف‌ترین آن یک کابوس تاریخی برای آمریکاست. گفته های علی شمخانی که در خبرگزاری های ایران از جمله تسنیم منتشر شده بود بعد تکذیب شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام مصاحبه آقای شمخانی در این باره را تکذیب کرده است. سوگوار این حالا لحن مقام های جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا هم تندتر شده. آمریکا با ترور یکی از مقامات ارشد نظامی ایران باب روش هایی را باز کرده است که دیر یا زود گریبان خودش را از شرق تا غرب عالم خواهد گرفت. اما در یک جمله، پایان حضور شرور آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز شده است. با این اقدام صفاکانه آمریکا امروز شورای نگهبان طرح سفریتی مجلس برای تروریستی دانستن وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را به نام انتقاد سخت تایید کرد. این طرح در مجلس با 288 رأی موافق، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از میان 232 نماینده تصویب شد. پیش از این در اردیبهشت ماه مجلس در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا فرماندهی مرکزی آمریکا را تروریست خوانده بود. حالا وزارت دفاع هم به این فهرست اضافه شده. مجلس همچنین برای 2 ماه پایانی سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را به نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داد. جمهوری اسلامی میگوید در پی انتقام خون قاسم سلیمانی است. آمریکا اما گفته هر گونه حمله ای با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. فرین عاصمی، بی بی سی. همونطور که گفتیم جنگ لفظی بین مسئولان ایرانی و آمریکایی
بالا گرفته. قرار هست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تا کمتر از 30 دقیقه دیگه در واشنگتن در وزارت خارجه آمریکا سخنرانی داشته باشه. این سخنرانی در زمانی داره انجام میشه که کمتر از 24 ساعت پیش ما مطلع شدیم که ویزا داده نشده به وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که شرکت بکنه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که قرار هست به درخواست عراق تشکیل بشه و موضوعش کشته شدن قاسم سلیمانی هست و رهبر دیگر هشت شعبی ابو مهدی مهندس در حمله ای که بامداد جمعه انجام شد. اما امروز آقای ظریف بیکار ننشسته، او در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته که اقدام تلافی جویانه ایران علیه اهداف مشروعی از آمریکا خواهد بود. او گفته ما ملتی متحد به قانون هستیم و هدفی رو که انتخاب خواهیم کرد غیر متناسب با آنچه آمریکا انجام داده نخواهد بود. به هر حال یک جنگ لفظی شدید در گرفته بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی. همونطور که گفتم تصاویر زنده‌ای که می‌بینید وزارت خارجه آمریکا هست. قرار هست تا دقایق دیگه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران اونجا سخنرانی بکنه. ما قطعاً با شما خواهیم بود در با ترجمه همزمان و زنده این سخنرانی، شما هم با ما باشید. اما پرویز دستمالچی نویسنده و فعال سیاسی از برلین به ما پیوسته. آقای دستمالچی اجازه بدید اول نظر شما رو بپرسم در مورد شرایطی که پیش آمده و تنشی که این چنین بالا گرفته. شما شرایط رو فکر میکنید به کدوم سمت داره میره؟ به نظر من شرایط بستگی داره به اینکه عکس العمل جمهوری اسلامی چه باشد. اگر که عکس العمل بکنن حتما با عکس العمل شدیدتر ایالات متحده امریکا روبرو خواهند شد و بعد مجبورن دو مرتبه عکس العمل بکنن و میتواند منجر به جنگی بشود که تمام منطقه خاورمیانه رو در بر بگیرد. و عملا امروز آقای ظریف گفته که اقدامات ما علیه اهداف مشروع آمریکا خواهد بود. این اهداف مشروع چه میتونه باشه و اگر حتی اونطور که آقای ظریف میگه مشروع باشه، فکر میکنید که آمریکا بپذیره که کنار بیاد با این مسئله؟ من فکر نمیکنم با این مسئله کنار بیاد. اگر میخواست کنار بیاد حتما آقای سلیمانی رو به قتل نمیرسون، برای اینکه فکر میکنم که قبل از اینکه این کار رو بکنن حتما به پیامدهای احتمالیشم و همه جانبه فکر کردن و میدوننم که عکس العمل ایران جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود. برای اینکه اگر که جمهوری اسلامی هیچ عکس العملی نکنه، اون اتوریته و اون رجسخونیایی رو که سالها داشتن نسبت به اینکه امریکا رو نابود خواهیم کرد و یا غیره، اینها همه نشون داده خواهد شد که پوشالی است. و اشاره کردید به کشته شدن قاسم سلیمانی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دولت آمریکا، آقای ترامپ و کسانی که به او کشتن آقای قاسم سلیمانی رو پیشنهاد دادند، فکر نمی‌کردند که واکنش‌ها اینقدر گسترده باشه. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم که خب اونا حتما منابع اطلاعاتی بسیار دقیق‌تر و کسانی رو دارن که تجزیه تحلیل خیلی دقیق‌تر میکنن، اوضاع رو از دقیق از نزدیک میشناسن. این که در جمهوری اسلامی چنین تجمعاتی به وجود اومده خب اولا عجیب نیست. من امروز همین دو ساعت پیش آماری رو که اداره راه‌های استان کرمان منتشر کرده بود نگاه کردم، نوشته بود که بیش از 94,400 و حدوداً 50,000 خودرو وارد کرمان شده. خب ببینید اگر این 94,000 خودرو هر کدومش دارای 4 سرنشین باشن، حدوداً 400,000 نفر رو از خارج بردن، از خارج کرمان به کرمان، و اینها در این نوع صحنه سازی ها، عزاداری ها خب دارای تاریخ و سابقه طولانی هستند. شما میبینید حتی در همین این نوع تظاهرات انسجام لازم رو ندارن و به بخشی از
مسئولان و مقامات یا بخشی از اصولا نظام جمهوری اسلامی از جمله دولت و آقای جهانگیری بدترین فحاشی ها رو میکنه. البته این واکنش ها محدود به ایران نمانده، مثلا واکنش هایی که در عراق شاهدش هستیم، این که حالا مجلس عراق عملا از نیروهای آمریکایی خواسته که ترک بکنند این کشور رو، و همینطور واکنش هایی که از گوشه و کنار دنیا دیده و شنیده میشه چندان مثبت نیست. یعنی نگاه فقط فکر میکنم سیاه‌سفید نمیشه نگاه کرد به آنچه که در ایران اتفاق افتاده. حرف شما درسته. ببینید، خب علایق و اینترسه های گوناگونی اروپا، امریکا یا کشورهای دیگه دارن که اونا به تناسب علایقی که دارن اکشن عمل میکنن. معلومه که اروپا ابدا خواهان یک جنگ گسترده در خاورمیانه یا با ایران نیست، به دلیل اینکه ترس از سرازیر شدن بیش از 10 میلیون پناهنده به اروپا رو داره. و شما در 2 سال گذشته دیدید این موج پناهنده هایی که به اروپا وارد شد، اروپا رو با چه مشکلات، اتحادیه اروپا رو با چه مشکلات زیادی رو کرد. آنچه که مربوط به عراق هست، عراق فقط به امریکایی‌ها نگفته آنچه رو که تصویب کرده، گفته که نیروهای خارجی باید عراق رو ترک بکنن و از جمله نیروهای خارجی شامل جمهوری اسلامی ایران هم میشه. ممنونم از شما پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی از برلین با ما. همونطور که پیشتر هم گفتیم، امروز مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان در زادگاهش عملا تبدیل شد به قتلگاه حدود 50 نفر که در یک ازدحام جمعیت کشته شدند. ما پیشتر از مخاطبانمون خواسته بودیم که از مشاهداتشون از برگزاری این مراسم برای ما بگن، بخشای از اونها رو جدا کردیم که با هم بگن. کل جمعیت شهر کرمان 800-900 هزار نفره، ولی من فکر میکنم امروز 1,200,000 نفر تو این مراسم تشییع سردار سلیمانی شرکت کردن. من افرادی را از شیراز، یزد، بندرعباس، زاهدان دیدم و واقعا تو هیچ مراسمی اینجوری ندیده بودم. واقعا برای اینکه شهرداری و استانداری تا حالا اینقدر جمعیت به خودش ندیده بود. به خاطر دیر رسیدن آمبولانس هم به علت فشار زیاد جمعیت، خیلی از مصدوم‌ها هم من فکر میکنم حالشون باید وخیم باشه. مردم در میدان آزادی و خیابون‌های اطراف حضور داشتن تا پیکر رو تشییع کنن به سمت مسجد صاحب الزمان. طول مسیر بودن 20 کیلومتر. در ابتدای خیابان بهشتی سمت میدان آزادی مردم حضور داشتند و عزاداری و سینه زنی می‌کردند و مسیر رو شروع می‌کنه به طی تلیخ کردن. متاسفانه به دلیل تجمع و حضور بیشمار مردم در کنار خیابان در پیاده روها، موج جمعیت به مردم فشار میاره و افرادی که در ابتدای خیابان بهشتی مستقر بودن در اثر موج جمعیت دچار حادثه میشن. مسیری که برای این حرکت در نظر گرفته بودن یک مسیر تنگی بود و پیشبینی میشد همچین اتفاقی بیفته با توجه به ازدحام جمعیتی که دیروز در تهران وجود داشت، این انتظار میرفت. اما بدون در نظر گرفتن این مسائل اومدن این خیابان رو برای ازدحام در نظر گرفتن و این اتفاق افتاد. مسیر کاملا یک طرفه بود، هیچ راه برگشتی برای مردم وجود نداشت، همچنین کوچه اطراف هم به دلایل متفاوتی بسته بود و مردم راه خروج نداشتند. صدای تعدادی از مخاطبان ما بود از کرمان، کسانی که خودشون شاهد برگزاری مراسم در واقع تشییع آقای سلیمانی بودند که عملا به تعویق افتاده، اما فشارها بر حاکمیت در ایران بیشتر و بیشتر میشه که از آنچه در بامداد جمعه اتفاق افتاد انتقامی بگیرند، آنچه که با عنوان انتقام سخت بارها مقام‌های ایران ازش یاد کردن. علی شمخانی امروز گفته شد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که گفته در یک مصاحبه 13 سناریو برای انتقام‌گیری اونها بررسی کردن که کوچکترین اون میتونه یک برزخی رو برای نیروهای آمریکایی در منطقه ایجاد بکنه. اما ساعتی بعد
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این صحبت‌ها رو رد کرد و گفت ایشون مصاحبه‌ای نکرده. اما به هر حال همین نشان میده که چقدر حاکمیت تحت فشار هست که اقدامی انجام بده و عملاً انتقام بگیره. کشته شدن قاسم سلیمانی رو به همراه در واقع همراهانش و همینطور ابو مهدی مهندس، یکی از رهبران هشت شبی، در بامداد جمعه در حمله هوایی نیروهای آمریکایی. اما برای بررسی بیشتر این مسئله میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ماست. آقای بهروش، صحبت‌ها در مورد تلافی چند روزی است بسیار زیاد میشنویم. شما فکر میکنید که اگر ایران بخواد تلافی بکنه عاقلانه ترین راه براش چه هست؟ ببینین، یه ذره از اون در واقع عاقلانه، واکنش عاقلانه حرف زدن یه ذره سخته با توجه به شرایطی که الان پیش اومده. خب ولی اقدام ایران در چارچوب برجام، اینکه اقدام خیلی در واقع کاهش داد تعهداتش رو به طور کامل، ولی در این حال خارج نشد و مثلا بازرس‌ها رو بیرون نکرد یا از MPT یا از برجام خارج نشد، خب این اقدام هوشمندانه و حساب شده ای بود. منتها اگر در چارچوب این تلافی به قضیه نگاه بکنیم، من با توجه به حرف‌هایی که زده شده، حالا آقای سلامی امروز به کرمان صحبت از این کرده که اگر ما پاسخ بدیم و در مقابلش آمریکا هم دوباره به ما در واقع مقابل مثل بکنه، ما جایی رو میزنیم که اونها نمیخوان، که احتمال زیاد منظورش اسرائیل. و قبلا هم آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص گفته بود که اگر دقیقا همین حرف رو تکرار کرده بود، اگر ایران بزنه آمریکا رو و اون طرف مقابل واکنششون بده، ما اسرائیل، حیفا و مراکزی رو در اسرائیل دوباره هدف قرار خواهیم داد. بنابراین به نظر میرسه که برخلاف اینکه اسرائیل یکی از اهداف بالقوه بوده که مطرح شده، به نظر میرسه یه جزء اهداف اولیه ایران نیست. یعنی ایران اسرائیل رو نگه میداره برای بعد از انتقام اگر آمریکا دوباره پاسخ بده. و این از اینجا میشه نتیجه گیری کرد که پاسخ ایران خب قطعا نظامی خواهد بود و مثلا افزایش قیمت نفت و این همه تنش ها هم در واقع سر نگرانی از این قضیه است. و هدفش هم نیروهای پایگاه های آمریکایی یا نیروهای آمریکایی خواهد بود. من تصورم اینه که اقدامی خواهند کرد که یه ذره پرتمطراق باشه، نه که در واقع افکار عمومی یا اون احساساتی رو که جریحه دار شده، مثلا آقای سلامی امروز گفتن آروم باشید، همه اینها نشون میده که یک انتظاری، یک تقاضایی برای انتقام است. من تصورم اینه که پرتمطراق خواهد بود، به طور مستقیم از طرف نیروهای ایرانی خواهد بود. یعنی اینطوری نخواهد بود که یک سری حرکات ایزایی بکنن، مثلا یکی دو نفر کشته بشه. این در واقع هم نه قانع کننده افکار عمومی هست و نه در واقع اون صلابت یا ابهتی رو که ایران میخواد حفظ بکنه با این اقدام تلافی جویانه در واقع حفظ میکنه و به اون هدف میرسه. به احتمال بالا نیروهای آمریکایی یا پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خواهد بود، منتها اینکه کجا رو انتخاب بکنن اونش محل در واقع سوال. مثلا همین اواخر وزیر خارجه قطر رفته بود که بلافاصله رفت به تهران و مقامات ایران رو دید، احتمال زیاد هدفش این بود که جلوگیری بکنه از در واقع از حمله موشکی ایران به پایگاه العودید، پایگاه آمریکا در قطر. یکی از این پایگاه ها به احتمال زیاد، حالا یا توی بحرین یا امارات، قطر، افغانستان کم نیست دور برای، یکی از این پایگاه ها به احتمال زیاد هدف قرار خواهد گرفت با یک کمتراقی، احتمالا با تلفات بالایی که نشون بده این مد انتقام سخت ما. ولی آیا واقعا سناریویی رو نمیشه تصور کرد که در اون این اتفاق نیفته؟ برای اینکه امروز آقای ظریف گفته که ما اهداف ما علیه آمریکا اهداف مشروع خواهد بود، اما پوشیده نیست که چنین اقدامی عملا منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد، افزایش تنش ها و کار رو ممکنه به جایی برسونه که عملا این سوء محاسبه ها یکی بعد از دیگری جلو بره و وارد یک جنگ تمام عیار دو طرف بخوام بشن.
واقعا آیا راهی میبینید که بدون این اقدامات و راه میانه‌ای که منجر به این نشه که تنش‌ها بالاتر بره و که از اون طریق افکار عمومی در ایران اغنا بشه و در ضمن آمریکا رو هم به سمت جنگ سوق نده؟ ببینید یه ذره در واقع همچین روی کردی به قضیه تو این شرایطی که خب ایران به هر حال الان سالهاست تحت فشار حداکثری آمریکا قرار گرفته، مثلا در مقابل حملات اسرائیل خویشتنداری نشون داده، واکنش خیلی جدی به اون حملات پرتلفات نظامی نشون نداده، تو این شرایط هم که الان اومدن سلیمانی رو زدن، یه ذره همچین رویکرد خویشتندارانه‌ای یا به اصطلاح مثلا ایران اگر بخواد اون لانگ گیم یا بازی بلند مدت رو بازی بکنه و به تدریج آمریکا رو تضعیف بکنه و مثلا دست به اقدام نظامی نزنه که منجر به جنگ بشه، همچین رویکردی در شرایط حاضر به نظر واقع بینانه نمیرسه. یعنی به نظر نمیرسه که ایران اقناع بشه با همچین پاسخ نرم و مثلا فرسایندهی در بلند مدت، اونم تا حد زیادی به دلیل حالا فشار افکار عمومی و مخصوصا اون پایگاه مردمی حکومت. حالا شما یه چند میلیون نفری هستن که حاضرن جون خودشون رو برای حکومت بدن، لااقل به خاطر اقناع اینها و آروم کردن اینها احتمال زیاد یک کار جدی که خب خود مقامات مثلا آقای شرفخانی گفتن قطعا نظامی خواهد بود انجام بگیره. و من تصورم اینه که متاسفانه کار از اونجایی گذشته که ما بتونیم جلوی جنگ رو بگیریم، مگر اینکه مثلا آمریکا پاسخ نده. بنابراین از نظر من جواب سوال شما نه هست. و امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم سفر کرده، دقایقی پیش به سوریه خبرش آمده و با بشار اسد دیدار کرده. روسیه و ایران دو متحد اصلی بشار اسد هستند. سفر آقای پوتین رو در چه راستایی می‌بینید؟ چون اکثر خبرگزاری‌ها در راستای همین تنش‌های منطقه‌ای دیدن این سفر رو. درست، من فقط یک نکته رو اضافه بکنم در راستای پاسخ ایران. ببینید یه ذره کشتن سلیمانی به عنوان دومین شخص مهم کشور در واقع به لحاظ بچه، به لحاظ محبوبیت، حتی یک لحظه تاریخی ایجاد کرده. یعنی اگر مثلا ایران واکنشی نشون نده این وسط، اصلا کلی نظریه های روابط بین الملل ممکن اینجا نقض بشه، یه سری بحث های جدید مطرح بشه. یعنی از این بابت، یعنی فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، این بحث ایران هست، بحث تاریخ ایران هست که در این لحظه ای که آمریکا چنین اقدام غیر منتظری رو انجام داد، واکنش ایران چی بود در این لحظه از تاریخ. حالا از اون، یعنی این میخوام بگم این فاکتورها فشار میاره به جمهوری اسلامی که یک کار جدی بکنه در مقابل این قضیه. حالا از این بگذریم، درباره پوتین، ببین آقای پوتین خب محکوم کرده حمله آمریکا رو و با این حساب محکوم کرده که منجر به تنش‌های بیشتر در منطقه میشه، ممکنه به جنگ منتهی بشه در منطقه. من تصورم اینه که کشته شدن سلیمانی باعث بشه تا حدی نظر پوتین درباره ترامپ عوض بشه و در واقع به این نتیجه برسه که ترامپ غیر قابل پیش بینیه، به این راحتی نمیشه کنترلش کرد، دست و با اینکه از نسبت به روسیه از دموکرات‌ها نزدیک‌تره و خب لااقل به طور علنی روی کرده حمایت آمیز داره، ولی دست به کارهایی میزنه که باعث دردسرهایی برای روسیه ممکنه بشه، باعث مشکلاتی در منطقه برای جایگاه و منافع روسیه بشه. ولی خب در واکنشش با اینکه به سمت ایران گرایش داره، روسیه مواظب خواهد بود که از اسرائیل خیلی دور نشه یا اسرائیل رو با خودش بیگانه نکنه یا روابطش رو
با متحدین آمریکا در منطقه مثل عربستان، مثل امارات که این اواخر پس از مرگ خاشقجی تقویت شدن این روابط، اینها رو تحت الشعاع قرار نده. بنابراین فکر میکنم در یک حد میانه‌ای که به سمت ایران گرایش داره پوتین حرکت بکنه. ممنونم از وقتتون. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل از مالمو سوئد با ما. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، منتظر هستیم مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در وزارت خارجه آمریکا قرار هست که تا دقایق دیگه سخنرانی انجام بده. گفته شده که او راجع به ایران صحبت خواهد کرد. منتظر هستیم که صحبت‌های او آغاز بشه تا ما هم با شما اون رو گوش بکنیم. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی به دلیل کشته شدن دست کم 50 نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر بر اثر ازدحام جمعیت به تعویق افتاد. مجلس ایران 200 میلیون یورو به حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داد. وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا امروز در بروکسل جمع شدند تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بحران ناشی از کشته شدن قاسم سلیمانی گفتگو کنند. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، پیش از این نشست گفت با عادل عبدالمهدی و محمد جواد ظریف گفتگو کرده و هشدار داده که بالا گرفتن جنگ به نفع داعش است. من با نخست وزیر عراق و وزیر خارجه ایران صحبت کردم. امروز هم با شرکای اروپاییمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار میکنم. ما دنبال کاهش تنش‌ها در ایران هستیم و میخواهیم مطمئن شویم که پیروزی هایی که به سختی علیه داعش در عراق به دست آمده از دست نمیره. ما دنبال کاهش تنش‌ها هستیم. نگرانیم که اگر کار به یک جنگ تمام عیار برسه، برندش فقط توریست‌ها و مخصوصا داعش است. با آمریکا و متحدانمان در اتحادیه اروپا همکاری میکنیم تا یک پیام روشن و ثابت را بفرستیم که باید تنش‌ها را کاهش داد و یک راه حل دیپلماتیک پیدا کرد. دامینیک راب بود وزیر خارجه بریتانیا. اما همین امروز تا حدود نیم ساعت دیگه قرار هست که وزیر دفاع بریتانیا به نمایندگان مجلس این کشور درباره بحران ایران هم توضیح بده. این جلسه رو که از ساعت 7 شب به وقت تهران شروع میشه، باز هم میتونید از بی بی سی فارسی تماشا کنید. اما همونطور که گفتم، منتظر صحبت‌های در واقع مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم هستیم. اما اینجا در استودیو با من بهرنگ تاجدین هست، همکارم. بهرنگ، انتقادهای زیادی شده بود به دولت آقای بوریس جانسون که کمی دیر واکنش نشون داد نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی. دقیقاً، یعنی انتقادهایی که در بریتانیا در چند روز اخیر درباره واکنش این کشور، واکنش دولت به این تحولات در منطقه دیدیم، به کشته شدن قاسم سلیمانی و تنش‌هایی که بعد از اون شکل گرفته، به محتوا نبود. یعنی به نظر میاد تا حد زیادی باز حالا یه مقداری سر ادبیات ممکنه احزاب دیگه، به خصوص حزب اصلی مخالف دولت، حزب کارگر، با ادبیات دولت موافق نباشن، ولی با نفس اون چیزی که دستگاه دیپلماسی بریتانیا در این چند روز ازش صحبت کرده و در صحبت‌های آقای راب هم شنیدیم و اون درخواست برای کاهش تنش‌ها و وارد نشدن به جنگ، همه با اون موافقن. مشکل اینجاست که این اتفاق وقتی افتاد که بوریس جانسون نخست وزیر در تعطیلات در جزیره‌ای در دریای کارائیب به سر می‌برد و آقای جانسون تعطیل در واقع زودتر به بریتانیا بر نگشت، تصمیم گرفت که به تعطیلاتش ادامه بده و خیلی‌ها انتقاد کردن از اینکه از روزی که اون اتفاق افتاد تا امروز هنوز مثلا شورای امنیت ملی بریتانیا جلسه نداشته و احساس میکنن که شاید دولت بریتانیا و مقام‌های دولتی بریتانیا این موضوع رو خیلی جدی نگرفتن، انقدر جدی نگرفتن که آقای جانسون مثلا زودتر از تعطیلات برگرده. البته تو این یه مورد خاص انتقاد جدیدی به بوریس جانسون نیست. ایشون وقتی که شهردار لندن هم بود، حدود
7-8 سال پیش، اون موقع هم وقتی که شورش ها در لندن اتفاق افتاد در تعطیلات بود، در اون موقع اگه اشتباه نکنم در کانادا، که اون موقع هم باز تعطیلاتش رو ادامه داد و فوری بر نگشت که مثلا مدیریت بحران رو در دست بگیره. طبیعتاً دولت میگه که آقای جانسون بر کلیت کار دولت در این مورد نظارت داشته و نیازی نبوده که خودش به سرعت به لندن برگرده. ولی عملا